تو به چی داری فکر میکنی اینقدر قوام میکشی؟ قربان، به همان چیزی که شما فکر میکنی. یعنی هم دقیقا داری به خود خودش فکر میکنی؟ قربان، به مهربانی هایش، به مظلومیتش، به چشمان مهربان و پرستارهش. قربان، تو غلط میکنی مردی که هم بودم اینجا از دماغا ویزونت کنن. تو غلط میکنی به الیزه فکر میکنی، پدر سوخته. هم بودم پدر 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 سوخته تو از اینجا یه لنگ پا آویزون کنن. قربان، الیزه کدام از ما داشتیم به مستشار فکر میکردیم؟ ها، باریکلا باریکلا، به مستشار فکر کن. ها قربان، شما هم خوب اوج میگیرید. از صفر تا صدتان سه سوت بود. ها بلد، چیشای مستشار ستره داره؟ بله قربان، ستره. الان گفتی چه دلم تنگ رفت بره موسیشار. چقدر تو چیشای تیزبینی داری، ست ستره داره؟ بله قربان، از وقتی که این بلا را سر مستشار آوردیم یک شب هم راحت نخوابیدیم. قربان قربان، آن چاله روی چانهش را یادت هم؟ آیجش عذاب وجدان گرفتم قربان. ایبا بلد، مگه تو وجدان داری؟ خب بله قربان، آن طعمه ها یک چیزی مانده بالاخره بعد از این همه سال ها. خب تو که اگه بوی از انسانیت بردی، خب بره چی این بلا رو زره به چه مردم آوردی؟ ما فقط اوامر قبله عالم را اطاعت کردیم. نه نه نه، اصلا اینجوری نبود. قبله عالم فرمایش کردن یک کم معتادش کنی، تو هم با خاک یکسانش کردی مرد حسابی. قربان، این گوساله ها اندازه دستشان نبود، به جای اینکه قره خروط رو در چای حل کنن، چای رو در قره خروط حل کردن. شما هم قربان اینقدر بارا نچزانید. تو الان داری مچزی؟ خیلی قربان، خیلی. بلدی چه بلایی بود سر مستشار آوردی؟ تو چی فکر کردی این بلا سرش آوردی؟ به زن و بیچش فکر نکردی؟ به یکی زندگیش از هم بپاشه؟ تو خجالت بکشیدی این بلال سر مستشار آوردی؟ الان خوب چزیدی؟ خیلی قربان، خیلی. ها، باید یک فکری برای مستشار بکنی. چه فکری قربان، چه فکری؟ بلد، مگه نظمیه چه ارزشی داره که تو این بلا رو سر مستشار آوردی؟ ما با این آخرش یادم رفت بود، گفتم اینم بگم که کامل برم. بله قربان، بله. قربان، شما یک کاری بکنید که ما از این عذاب وجدان خلاص بشویم. قربان، تو واقعا میخوای از عذاب وجدان خلاص بری؟ بله قربان. خب گوش کن به چه میگم. قدم اولی که هم حقیقتو بری به زن و بیچش بگی. نه 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 قربان، ما وجودش رو نداریم اصلا. خب شما دیگه در همین قدم اول زیدی، دیگه برو همون عذاب وجدان آه کشیدنت ادامه بده. چشم قربان، چشم. بلد، بله قربان. الان هم گفتی هم دلم برای مستشار قنج زد. خب تو دیگه قصه نخور، بذار ما یکم به مستشار فکر کنم. ما اون فکر قبلی رو میذارم کنار، به مستشار فکر کنم. تو ذهن تو رها و خالی بکن. رهای رها. ها، رها کن. باشه قربان، ما آه نمیکشیم. آه. آه. درخواست طلاق غیابی داده ایم. سند یونان رو هم که انداخته بودم پشت قبال امام به جریان انداختیم. قرار است همین روزها به یونان حمله کنیم. تو چه خبر از مستشار؟ خبر فوتش هنوز به تو نرسیده؟ لعبت، این حرفا چیست میزنی؟ یک موثر مستشار کم شود ما میمیریم. ببین ناز خاتون، ما زنان سیاه بخت دربار که نباید خودمان رو گول بزنیم، همین روزاست که جسد بلوتوس رو در بیابان ها پیدا میکنند، جسد مستشار رو هم در جوی آب. باید زودتر خودمان پیش دستی کنیم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی قبل از اینکه خبر مرگشان برسد باید طلاق بگیریم. راست میگویی لو. ای وای. سلام علیکم. مزاحم که نیست. خیلی مزاحمید. ها، اشکال نداره، ما یک امر خصوصی داشتیم با ناز خاتون. ما با شما امری نداریم برزو خان. خنگی نکن، به چم درباره مستشاره. ما با مستشار هم امری نداریم. ما قبل از اینکه خبر مرگش برسد قرار است طلاق بگیریم. این چیزی که ما بدونم اگه شما بدونی ها، هم ازش جدا نمیری. راست میگویی. ها، الان ما رو نگو. این چرا قیافهش را این گونه میکند؟ ما الان دارم ابزار شرمندگی میکنم. شرمندگی از چی؟ نگاه چجوری بگم؟ شما باید حقیقت رو بدونی ناز خاتون. مستشار این وسط هیچ گناهی نداره، ما اینو بگم. مردها همهشان لنگه هم هستن. تا یه کدومشون یه کاری انجام میده که اشتباهه، همه میان جمع میشن برای مالکشی. چی داری میگی؟ ما اصلا رفاقتی با مستشار دارم که این کارا رو بکنه؟ میخوام سر به تنش نباشه مردی که اشکول. ما عذاب وجدان گرفتم. آقا جان نگاه کنین، این مستشار که خودش قره قروتی نرفته، این رو دیگران قره قروتیش کردن. یعنی چی؟ ای وای، چجوری بهتام؟ نگاه کن مستشار نکه هی ورج و ورجه میکرده، ای ورم پرید او ورم پرید، افکار بلند پروازانه داشت، هی چغره گریم کرد. این درباری ها گفتن یک کم قره قروت بریزیم تو چایش یک کم شل بره.
منتها قره قرود زیاد رختنم سوژه کاملا وا رفت. کدام درباری ها؟ همه شان از پایین تا بالا همه میدنه. دیدی لوبت؟ دیدی گفتم این شوهر بی‌مسئولیتت رو با شوهر من قاطی نکن. صبر کن بذار ببینم. حتما پس بلوتوس رو هم شما کشتی. به ما چه؟ به ما چه؟ ما اصلا به بولو چیکار دارم؟ ما فقط به مستشار کار دارم، عذاب وجدان دارم. شما اصلا این رو ولش کنید. این هی میخواد خودش رو قاطی زندگی ما بکند. ما الان چیکار باید بکنیم جوان مرد؟ با مایی؟ شما هیچی دیگه، شما باید الان قدم رنجه کنین، خیلی سریع برین این رو از منجلاب ادیادم دو دسته بکشین بیرون. برزو خان تا شما بروید او رو از منجلاب بکشید بیرون، ما برویم برای شام درست کنیم. ناز خاطر یک چیزی میگم، ناراحت نرین، هم شما خیلی از ما خنگ ترین ها. خیلی نگاه ناز خاطر، این منجلاب خیلی عمیقه، کار ما نیست. بعدم همین الان علا حضرت بفهمیم ما اومدم پیش شما خودشیرینی کردم، کله کله ما رو پوستشو مکنه. برزو خان جوان مرد، با ماهی؟ آری دلاور، ای بزرگ، ای شجاع، ای که صداقت از کف نداده ای. اگه با ماهی بازم بگن؟ ببین ما اصلا از شما انتظار نداریم که یک وقت لباس مبدل بپوشید، بروید به بازارین، مستشار ما را نجات بدهید. ما انتظار نداریم شما دلیر و شجاع باشید، جوان مرد باشید، مستشار ما را از منجلاب بکشید بیرون. همه اینا رو با ماهی؟ آری فقط کاش خیلی رفقای بیشتری چون شما داشتن قدر جوان مرد. مستشار هم آماده رو که هم رفیق جوان مرد داره دوان دوان میه. خداحافظ. ناز خاتون خوب بلدی ها؟ آری ما تا می رویم برای مستشار ما شام بپزیم شما هی قصه بخور، خیلی نامردی. سلام، اینجا چه خبر بود؟ باز مثل این که ما دیر رسیدیم. بیا خودمان همه را برایت تعریف میکنیم، از فوت و طلاق شروع شد. آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد، عجله کنیم. امشب و همه شب عجله کنیم. آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد، عجله کنیم. تصاویر کمدی موزیکال خشم قبله عالم یا کبوتر پر رو، اجرای ژانگولر و رقص آواز توسط دامبول، عجله کنید. عجله کنید. امشب و هر شب. جونم داداش کاری داشتی؟ ما رو نشناختی؟ مایا، برزو، دربار هماینی، آقا مونیا، مونیا. برزو تویی؟ ریخته شو. عینکه شو ببین. غیرتت قبول کرد بعد این مدت یه سراغی هم رفیقه دگیدی. برزو مستشا. چیه؟ کسی زدته؟ نه نه، دیشب بعد خوابیدم این دل و کمرم گلنج کرده. اینجا چی کار میکنی؟ مستشا ما اومدم تو رو ببینم، ولی راستش ممکنه ما رو تعقیب کرده باشن، ما رو برای یک جای امنی. نوکرت هم یه اتاق پشت قهوه خونه گرفتم، خیلی باصفاست. برو یه دقیقه واسا. آغاز برنامه های ما تموم شد، عجله نکن. برو کجا برو؟ چایی تو بزن روشنشی بابا، بهترین درجه یک خارجیه. مستشار تو واقعا خودتی؟ به چی ایریختی رفتی؟ بابا ولمون کن، حال حوصله نداریم، نمک رو زخممون نپاش. مستشار تو همون که یک دربار روش حساب میکردن، همون که وقتی پام بذاشت تو بازار هرچی نامرد و نالیتی بودن تو یک سوراخ موش قایم میرفتن، چی شد یاد ما کردی؟ مستشار ما اومدم ترکت بودم. بابا چی کار داری با ما؟ ولمون کن بابا تو. من مستشاری حرفا رو نزن، همه این فتو نیست، تو استاد همه ما بودی، یاد نیستم درس میدادی ما با کتاب میزدیم تو تخته میخورد تو کله تو. دوباره چه نقشه ای تو سرتون؟ واسه چی داره برای سلام پیما ها؟ کسی نفرستده، من خودم اومدم. نمیبینی با قیافه ما بدل اومدم؟ اگه علی حضرت بفهمم گوش تا گوش کلمو میبره. تو جا داری ما یک سه چهار شب اینجا بمونو؟ آره نو کردم، فقط شبا یه دو سه تا عملی دیگه میان اینجا، همه با هم میخوابیم. غلط میکنم قلم پاشو خرد میکنم، دیگه اینجا پاتوق نیست آقا جان، تو هم بعد ترک کنی. ترک کنم چی یا ترک کنم؟ تو میتونی مستشار، ما دارم بهت میگم آقا جان، تو همون یزدی که ناز خاتون به خاطر تو با کل دربار در افتاد، تو بازم میتونی مش بکوبی تو زمین، هم رد انگشت تو زمین بمونه، ما دارم بهت میگم تو میتونی. چرا همچی میخوای؟ چرا مش میزنی همه جا رو خراب کردی؟ دیوونه شدی مگه؟ خودت چرا میزنی؟ ما برنامه ترکت هم آوردو.
بری چی ملرزی؟ خیلی متحول شدم، برنامه چیه واسه ترکم بود؟ ها نگاه، این خیلی برنامه علمی هستش که ما آوردم. نگاه آقا جان، هم تو رو میبندم اینجا به تخت، محکم میبندم، نون و آب و اینا هم هیچی بهت نمیدم تا جون در بیه. بعدش هم هرچی داد نزنی، اگه بخوای یکم فوش بدی یا بگی ما رو باز کن ما رو باز کن، انقدر میزنم جون از دماغت بزنی بیرون. ها وا خیانتا، وا خنجر از پشت زدنا، وا ویلا ها، وا بس از دیگر مدد، چرا اینقدر واق واق میکنی؟ اصل مطلب رو بگو. قربانت کردم، دادن خبر بد اصلا در قاموس من نیست. اقبال خان تو بگو. قربان، این موجود نیم وجبی یک چیزهایی میگوید باور نکردنی. من رو هم که میشناسید، تا صحت و سوق مطلبی بر خودم معلوم نگردد بر زبان جاری نمی کنم. و بله جان تو قبل یه عالم خدمت شما عرض شود، یک پدر سوخته‌ای که هنوز دلیلش بر ما معلوم نیست، دل پدر همه ما را سوزنده، رفته پیش یک پدر سوخته دیگر. قربان مردی شوران سیویل هایت را ببرن، خودت فهمیدی چه گفتی؟ خیر قربان. قبله ی عالم، این آقایان چون میدانند خبر بد مشروق ندارد، تفره میروند. بنال. بله اعلی حضرت، راستش را بخواهید طبق آخرین اخبار موثقی که به دستم رسید، جناب برزوخان مخفیانه و با تغییر قیافه رفتند دنبال مستشار. خب این چه خبر بدی نیست؟ اتفاقا ما هم دلمان برای مستشار تنگ شده، راستش دلمان برای سوخته. زمانو ترسو قسمت بدش رو الان. قبله ی عالم، برزوخان قبل از رفتنشان قضیه معتاد شدن مستشار را به خانمهای دربار گفتند و تأکید کردند که این نقشه نقشه شخص شخیص شما بوده و آقایان فقط مجری اوامر همایونی بودند. خاک به سرتان گوسنه ها، بیارزه ها، یک توته یک کوچک را نتوانیسید مخفیانه انجام بدهید. لعلم آرام تر، صدای همایونی می رود بیرون، وضع من از این کس بدتر می شود. بلد بله خورب، همین الان می روی این برزوی گوسنه را کت بسته بیاور اینجا. قربان به همایونیتان قسمتان می دهم مرا معاف کنید، من هنوز بابت معتاد کردن مستشار عذاب وجدان دارم. قربان چه داری؟ عذاب وجدان قربان. چی میگه؟ چی هست این که میگویی؟ یه جور بیماریست؟ نمیدانید عذاب وجدان چیست؟ آقا عذابش را میدانیم، آن دومی که میگویی نوشیدنیست، خوردنیست، پوشیدنیست، رفتنیست چیست؟ قبله ی عالم، یعنی ما در خلوت خودمان وقتی به این فکر میکنیم که مستشار را معتاد کرده ایم عذاب میکشیم قربان، همین. خود بران سرت بکنن مرده که لنده غور، این فوفول بازیاره کی به تو یاد داده؟ قربانت کردم، از بس با این مستشار قرفتی میگردم. قربان آخر ما برزوخان را چطوری دستگیر کنیم؟ اون مافوق ماست قربان. آدم خیانت کار که دیگه مافوق و مادون ندارن، باید گردنش را زد. تو چرا نشستی مرا نگاه میکنی؟ فوساله برو گم شو دیگر. قربان فقط یک شرط دارد، آنم این که مستشار را بیاورید ترکش بدهید تا برگردد به آغوش گرم خانواده. قربان برای من شرط میگذاری؟ پدر سوخته های مستنه برامید گفتید از کلا چشم برامید گفتید. آقا بلد، به جان خودت، به جان بچه هام، من فقط اینجا رو به مستشار اجاره دارم. من اصلا نمیدونم اینی که شما دنبالش این چه ریختی رفته چپیده اون تو. قوه چی؟ دعا کن مجرم خودش تسلیم شود، وگرنه پای تو هم گیر است. لا اله الا بابا، این دستم بشکنه من دیگه به عمل جماعت اتاق بدم. برزو خان بیا بیرون، جان مادرت بیا بیرون. بلد جون چیزی شده دادا؟ چیه؟ چی شده؟ تو دخالت نکن. برزو خان ما را جلوی جماعت زایه نکن، بیا بیرون. به
آرزو خان من دستور شلیک دارم، شرمنده بیا بیرون. اما مسئولیت اخلاقی دارم نمیدونم. خب نیا اینا میانا. آرزو ما میام بیرون ولی شما مسئولیتشو قبول بکنین. آرزو خان مسئولیتش با من، بیا بیرون. خب من کنارم میام. ما کناریم، بیایید بیرون. یه هم تنبونه برام بروخته قرقروت خریده. ای میگم نمیتونم بیام بیرون، نمیتونم بیام بیرون. ای بگو بیا، ای بگو بیا، نمیتونم. شرمنده آرزو خان برویم. بیا عملی برویم. عجب گرفتاری رفتم. ببین به خاطر یه جوجه عملی به هم به چه روزی افتادم. آخه من یکی نیست بگه برزوی خر آبت نبود، نونت نبود، هم نجات مستشار از دام اعتیادت چی بود؟ یه روز خوش ندیدیم توی محبس. هر روز یه بامبول جدید، یه زندانی جدید. خستم کردین شما. و حالا تو این چهار دیواری قرقرود از کجا گیر بیارم؟ یعنی این زندانی پرش شادش چیزی داره؟ نه بابا این قیافش خیلی سلامته. میگم آقای زندانی ببخشید، اما خیلی نگرانم که متصدی اوقات شریف شما رفتیم. بابا این حرفا چیه؟ من فکر این جوونم که با این حال خرابش چجوری میخواد تا صبح طاقت بیاره. ما رو بیخیال، آقا برزو رو بگو که خراب ما شد، خودشو با ما قاطی کرد، الان اسم اینم بعد در خیلی گلی تو. خیلی چاکرت، ما رو مربور نکن مستشار. ما اصلا آخر رفاقت و فقط نگاه مستش شما یه اخلاق خوبی دارم و اونم خیلی خواب شب برام مهمه. شما اگه نصف شب یه دردی لرزی چیزی گرفت با دوستمون زندانی عزیز مطرح کن، ما خوابم. این که رفیقمه که تا صبح با هم اختلاط میکنی. غلط میکنی، بخواد زیاد وراجی کنی نگهبانا خبر میکنم. مستشار نگاه ای الان معلومه که اخلاق نداره. تو اگه وقتی نصف شب دردی چیزی گرفت به خودت بگو، برس تو خودت بمیر خفه رو. بازش نمی کنن تو این محبس یه بند عملیات درست کنن. آدم چهار تا غمخوار داشته و شغله، امکاناتم که در حد صفر. نه یه قره قروتی صفر میشه، نه چایی، نه قلیون. چرا قدر فکر میکنی؟ مغزم رفت. آخه ایشون فکرها رو میخونن. جانم راست میگه؟ بله. جان برزو شما میتونین فکر بخونه؟ جان برزو الان بگو ما چه فکری کردم. راست میگویی خاله جان، یعنی مقامات مستشار را قره قروتی کردن؟ بله خاله جان، بله. برزو خان همه را فروخ، بعد رفت مستشار را نجات داد، بعد هر دوی آنها الان در زندان هستن، این هم شاهد. بله مادر جان راست میگوید. ما فکر میکنیم که گم شدن بلوتوث هم زیر سر این مقامات باشد. ما فکر میکنیم که یک کمی صبر کنیم، شاید برزو خان در زندان مقر بیاید. نه نه خاله جان، به این قسمت توجه نکنید، خیلی به مستشارش توجه بکنید. نامرد. ما دیدیم که بلد دارد به مستشار قره قروت میدهد و دیدیم که دارد کار خیر میکند. دو روز، فقط دو روز گذاشتیم رفتیم در کانون گرم خانواده. ببین چطور افسار همه چیز از دستت در رفته فخری؟ شما انقدر هرس نخورید با این حالتان. بانو آن همه دبدبه و کپکپه چه شد؟ حالا ما هیچی، ولی شما قبلنا چه یال و کوپالی داشتید در دربار؟ قبله یالا بدون اجازتون آب نمیخورد. واه. یادش بخیر. چه کانون توتعی بود این اندرونی؟ میخواستن چیز خور کنن به ما میگفتن، میخواستن مسموم هم کنن به ما میگفتن، به ما که کلن چیزی نمیگفتن. آخه ممنون. امروز انقدر بی ارج و قرف شده ایم که بدون اجازه ما معتاد میکنند، بدون اجازه ما زندانی میکنند. دیر به جنبیم، فردا روز همگی در امارت و نسا منزل داریم. آفرین. از کجا معلوم که همه شوهرهای شما قره‌قروتی نباشن؟ بعد خواستن مستشار منو هم قره‌قروتی بکنن. آفرین. دوستان با وفا، یاران مهربان، غمخواران عزیز و خیشان نزدیک، ما شیر شدیم. آفرین. با اجازه قیصر جان. غلط میکنن بدون اجازه من واسه خودشون قره خروتی بشن. من میدم پوست سرشون رو بکنم، میدم سخت و میزونشون کنن لنده برایی بی همه چیزا. میفرمودید دوستان؟ چرا نفستان بالا نمی آید؟
پرسیدیم چه کسی مستشار نازنین ما را به این روز انداخته؟ قربانت گردم، پیشنهادهای بیشرمانه همیشه هست. به خود من روزی 10 تا چای پیشنهاد میشه. انسان باید خودش جلوی خودش را بگیرد، شنونده باید عاقل باشه. به میمنت و مبارکی و در سایه درایت همایونی، متهم اصلی مشخص، عذر آقایان موجه و شک و شبهه بانوان مرتفع گردید. خب دیگر مشخص شد، مقصر اصلی خود مستشار است. خورونده باید عاقل باشد. ما برویم. کجا؟ برویم چرخ مملکت را بچرخانیم. صبر کنید، ما هنوز کار داریم. اختر؟ میخواهیم بدانیم برای اولین بار چه کسی به داماد ما جنس داده؟ به جان مادرمان، ما بی تقصیر بودیم. یک تیکه از کشفیات سهواً افتاده بود توی چایی. ما تا آمدیم جلویش را بگیریم، هورتی چایی را سر کشید. قربان، بار اول مهم نیست بلد جان، بار دوم مهم است که حتما خودش تنش میخاریده که رفته دنبالش. با کیاست اتابک اعظم، متهم ردیف دو مشخص و به دلیل سهوی بودن جرم مبرا گردید. اقبال، تو چرا میخوایی همش سر تای این قضیه رو هم بیاوری؟ ما میخواییم بدانیم کشفیات چقدر بوده که تمام نمیشود. و این که در حال حاضر بقیه کشفیات شما کجاست؟ ناراستی من بابای نوست هم آغاز هم تحکیز محکم بگرم. احسد! نمدکی ابله به من بقیه احسد بکر! احسد بکر! احسد بمدازیم! یادر خودتو! زشت است پدر جان، در این موقعیت خطیر که ما مورد هجمه خانوم ها قرار داریم، دیگر شما اتحاد ما را برهم نزنید. خب جناب بلد الملک، بار اول سهوی بوده، بار دوم چرا به این در به در جنس فروختید؟ بانو به سیبیل های قبله عالم قسم که ما بی تقصیریم، ما فقط مأموریم و معذور. خب شما مأمور بودید، حتما یه آمری هم بوده دیگه، ما میخواییم اونو پیداش کنیم. ای بابا خانم، اینقدر دخالت نکن، به من چه رب داره، به تو چه رب داره؟ اینجا به جز جان کی امر میکنه آخه؟ به جان فخری، من بیگناهم. چرا لالمونی گرفتی؟ نفرمایید خانم ها، نفرمایید. چرا زود قضاوت میکنید؟ چرا ما هر وقت دیر به خانه میاییم فکرهای ناجور میکنیم؟ ممکن جلسه داشته باشه، ممکن کار داری دو نمیشه کن. بله، اصلا چرا هر وقت یه نفر قیافش خسته و جولیده است زرتی همه میگن طرف معتاده؟ حتما کارش زیاد بوده. من خودم شاهد بودم که مستشار بیچاره چقدر کار میکرده، شب نمیخوابیده، روزها میدویده و اینها همه علائم خستگی است. با همت همگی و خرد جمعی، انگشت اتهام از قبله عالم چرخیده و این پرونده پیچیده به اتمام رسیده. صبر کنید ببینم، یعنی شما میگویید مستشار معتاد نیست؟ نه، اصلا، اصلا. و شما هم به بقیه کشفیات دسترسی ندارید؟ نه، نه. و هیچ کس به داماد ما جنس نداده؟ نه، نه. خب کاری ندارد. جناب دوالملک، از مستشار آزمایش اعتیاد بگیرید تا ببینیم چه کسی راست میگوید. حرفی نیست بانو، ولی به این سرعت نمیشود آزمایش گرفت، چون کیت آزمایش ما تمام شده است. یعنی چقدر طول میکشد دوا؟ یکم زمان بخر ابله. یک هفته ای طول میکشد بانو. به هر حال تا آخر هفته ما جواب آزمایشات مستشار را میخواهیم. اگر مثبت باشد وای به حال همه شما. و در ضمن اگر آزمایش مستشار مثبت بود، همه آقایان باید آزمایش بدهند. آبجی، ما هم باید آزمایش بدهیم. یک نفر در اندرونی اوق زد، از همه آزمایش گرفتند، یادتان که نرفته؟ با اصرار و ابرام نصفان دربار، پرونده مذکور پیچیده، برق از سر مقامات پریده و دماغ آقایان سابیده گردید. ختم جلسه. ای موسی عزیز، شروع کنیم؟ آماده ای برای ترک کردن؟
شروع کنی برای ترک کردن؟ تو میخوای منو ترک بدی؟ آدم تو رو میبینه که خمار میشه حتی. ببین لازمه یه ترک اعتیاد، یعنی قول اعتیاد برای که بزنی زمین هوا بره، شما باید روحیه سالمی داشته باشی. باید روحیه تو عوض کنم. چجوری عوض کنم؟ چند تا برات لطیفه تعریف میکنم. در واقع یک روز یک مستشار از خودش میخواست که از خودجا میبرد بعد یه نماز نمیتونست از خود مردم از خنده. فکر کن الاغه از درخت بره بالا. بعدش دو تا دیگه از این جوکا تعریف کنه من کلن کارم به تزریق میکشه. خیلی بی سلیقه‌ای، خیلی بی سلیقه‌ای. معنی طنز فاخر رو اصلا نمیدونی. خب میخوای برات ترانه شاد بخونم؟ میخوای؟ ها؟ ریدیم دا ردام دا ریدیم دام دا ردام دا ریدیم دام دام درام دام دا ریدام دیریم درام رام درام دا ردام دا ریدیم دیم ریدیم دا ردام دام دام دیدم درام کدام دا. من قول میدم شرف که ترک کنم، فقط جون مادر تو دیگه نخون. مستشار جان بالاخره باید یک جوری شروع کنیم. موافقی با هم ورزش کنیم؟ مشکلی نداری با ورزش کردن؟ دشمن اعتیاده. خیلی هم مفرح. در واقع اینجوری باید شروع کنیم. خدا 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 خدا. این را که شنیدی، صدای سوت مرا که شنیدی، 600 بار میروی دستت را میزنی به دیوار کاخ و با سرعت برمیگردی. بلند شو. سوز میاد. پسر جان من هستیم. نمیه بفرمی. میدانی آن چیزی که تا از این بدبختی و فلاکت و تباهی نجات میدهید یه امید زندگی هستیش پسر جان. بله. اول میخوام به تو انگیزه بدهیم به زندگی. به همسرت بیندیش، به ناز خاتون که با چشمان خیس و درشت منتظر بازگشت شکوهمندانه تو هستیش. ناز خاتون به خانوادت بیندیش، به مادریت که منتظر توی رعنا، توی شیدا، توی شیفته هستیش. مادر سلطان غم مادر سلطان غم. به پدریت بیندیش که چگونه زیر بار زندگی کمرش خم شده این شطور. بابا آن کس که مرا روح و روان بود پدریه بودیه. خب این از انگیزیه پسریه. حالا بیم سراغ امید، بریم پیکار امیدیه. پسریم زندگی زیبا هستیش. بله همینطوره دیگه. چشم ها را باید شست، جود دیگر باید نگاه کرد. بله گل را ببین آنجا هستیش زیبا. آفتاب را ببینیه چه سوزان. مهتاب ستاره سرعیاییه هستی ملیکا لیلا کامبیز همه نشستن اونجا منتظر تو هستیندیه. کجا؟ ببخشید من با برنامه شله تو شمشکی اشتباه گرفتیم اونجا نشسته بودیم. آه ایچی بسریم پسریم در زندگی زنهایی هستن که این خوردان آدم میران بیخوریندیه. مردمانی همه بعد هوای آلودیه کودکان و گوگل مگوله کار بچه های طلاقیه لایه ازم پاره شدی از خودم از همه بدتریه. دخترم زنی یک پیر حفافی خرفت ابله شدی از هیچ کس مرا دوست نداریم. شدیم آفتابه یه لب بومیه. آفتابه یه لب بومیه شدیم. بذاریم لذات معلق هوا، آلودگی هوا، مهزابگاهی و چیزهای دیگر هیچ کس برای دوست نداریم. دنیا با آخر رسیدگی هستیم. ببوشیم ببوشیم مستشاریم. خیلی زندگی من شدیم بذاریم. میزنه رست میزنه اشورو جمع کن اقب و جلو اقب و جلو نه داره. در واقع مستشار جان
وقتی که دارین این حرکات رو انجام میدین تمرکز کافی رو باید داشته باشین. مثل چی؟ مثل چی؟ مثل اون پت پشتی باید وسط پارا داری خودش رو میخواد، هنش رو میخواد، همه رو بذارید رجیت بدارد بدارد بدارد. اما نیما جان شما تمام تمرکزتو برای این قضیه نباید بذاری. اینا همش ورزشه. ورزش نشانه پاکی و سلامتیه. مثل این، مثل اون، مثل همونی که بینون خودشو میخواد. این شده خدمت دوست عزیز متروک خودم. اجازه اجازه، متروک یعنی چی؟ متروک یعنی در حال ترک. ها، در حال ترک دو جنبه داره نیما جان، روحی جسمی. خودم میدونم چون قبل از شما دوستان اومدن اینجا همه رو برای من توضیح دادن. خب اشکال نداره، ما برات مشکافم. جنبه روحیشو دارم برات میگم. نگاه شما برای اینکه این افیون از بدنت خارج کنی، از رو دوشات پرتش کنی تو دیفال، بعد شنگول بری، شاد بری، خوشحال بری، تکون بدی خودتو، شادمان بشی، بیشکن بزنی، اینا رو این کارا رو بعد بکنی. حالا ما بدونم چه جوری کارا. اجازه بدین آقای دامبول اومدن اینجا به من توضیح دادن، ما با هم کار کردیم، من الان شاد شادم. بله. خب پس بریم سراغ بحث شیرین نفیه. انسان باید اجازه بدید. جناب بابا شاه اینجا بودن، ما با هم کلی صحبت کردیم، ایشون بنده رو نصیحت کردن و من آمادگی کامل دارم. با تشکر از دامبول و بابا شاه میرم سراغ ورزش. اصلا به ما بگو شما ورزش مفیده یا مفید نیست؟ ورزش خیلی مفیده جناب. بلد اینجا ساعت‌ها با من ورزش کار کردن و من خیلی قوی قوی هستم الان. با تشکر از بلد. پس فقط میمونه بحث مایعات. مایعات که ورزش نیست. نه شما یک لحظه اینجا باشه، ما به صورت عملی به شما نشون بدم. یک دقیقه باشه. برو کنار خیس نری. نگاه نیما جان، شما برای اینکه آزمایشتان منفی بره بعد مایعات بخوری که چی بره؟ از اون لحاظ مایعات رو از اون من اتفاقا خیلی مایعات هم دوست دارم. بله خب خیلی خوبه. نگاه ما حساب کردم شما بعد 50 لیتر مایعات هم بخوری که میشه 10 تا از اینا. 10 تا از اینا بخوری این آزمایش دادن منفی میره. در یک ماه دیگه. نه دیگه، شما فردا آزمایش داری، تا شب باید 10 تا از اینا بخوری. خب من چجوری در عرض این مدت اینقدر آب بخورم؟ آب نیستش که، کی گفتی آب؟ این سرکه. بوکن شما بوکن. ها اینو گفتم که سرکه بیارن که قشنگ بشوره ببره. حالا دو تا گزینه داری، یا مخوری یا اینقدر مزنومت که جون از دماغ در بیه. خودت میتونی انتخاب کنی. مستشفی چه داری عملی؟ ببخش، نه شوخی کردم، در واقع اومدم یک کار دیگه داشتم. میخواستم چی کار داشتم دقیقا؟ اونا رو دقیقش یادم نمیاد. الان احتمالا میخوایم با من صحبت کنی. آفرین، خیلی ظریف نکته اشاره کردی که من خواستم صحبت بکنم. این که الان در مورد چی میخواستم دقیقا صحبت کنم یادم نمیاد. احتمالا در مورد اعتیاد میخوام. اعتیاد آفرین، نخواستم صحبت کنم در مورد اعتیاد که بلای هورمون سوسی که میشه رو نمایی بکنین. بله احتمالا میخوایم بگین اعتیاد چقدر بده. آفرین. و حیف منه. آفرین. و همچنین من چطوری میتونم از شرش خلاص بشم؟ بله من خیلی خوشحالم تو اینقدر به سوژه مسلط هستی. اصلا اینو گفتی من یک چراغ در ذهنم روشن شد. یه میخواستم بگم مستشار، تو که میدونی من چقدر تو رو دوست دارم. منم شما رو دوست دارم خیلی. خودت میدونی عزیزی، همه اینه که میگوریزی بذارم آقای نده حالا درگیر نکن مدونو از سوشه هستی نباید بود. بله اتیار هسته. در واقع مستشار پاک شدن مهم نیست، پاک موندن مهم. دقیقاً همینه. آفرین اینو خیلی خوب گفتم. بله خیلی عالی بود. اتیار یک غوله. بله یک غول، یه غوله که خیلی غوله. بایی مثلا من الان غولم، یه شش برم غولم اتیارم. ای مستشار روی نه، این مستشار نیست، از اینجا دور شد. همون فرم فعلا در واقع غول رو دور کردم. بله. ولی غوله هنوز هست براسره. بله. اینو خیلی داشته باش مرد نظر. بعدش هم ترک کردن هم به نظر جسمی هستش هم نظر روحی. مثلا اول نفر باید دو دست لرزش دست تو دست تو بیار جلو لرزش دست نگاه این خیلی چیز داره. در واقع این لرزش زیاد هستش برای میبینن آن دست منه گرفته، دست منم لرزش گرفته. اینو نباید، یعنی باید خیلی دقت کنی که این لرزش رو نداشته باشه. آفرین. مردی توهم هستش. بله؟ توهم دیداری هستش. من تجربه اینو داشتم اتفاقا. بله. آفرین. مستشار عزیزی، به عنوان مثال اون الاغی که اونجا داره مسواک میزنه
میبینی اونو؟ نه نه اون نمیبینی اون داره مثل آرکان این نوشه انحرافی بود میخواستم در واقع تو رو به سنجم که چه شکلی هستش آرکان نگاش نکن بذار کار خودش بکن کاری نداریم مرحله بعدی توهم شنیداری هستش یعنی تو الان مثلا به عنوان مثال این صدایی که میاد و میشنبین من خیر چطور نمیشنم داره صدا میکنه نمیشنم آه نکته انحرافیه این بازه احتمالا نه داره صدایی میاد نمیشنم خیر اداره صدا کی مستشار؟ کیه؟ مستشار بگی من الان پیداش بگردم و چیزی خودتا درگیر نکن تو ترک کن ده کیه؟ مستشار عزیز در واقع آموزش بعدی اینجوری شروع میشه که شما یه دست رو بگیری یه دست رو برو بدو 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 بدو